سلام سلام، من زئوس هستم، خدای خدایان. در قرآن بسیار مشکلات فلسفی و کلامی وجود داره. بسیاری از فلاسفه اسلامی در مقابل اونها سکوت می کنند و روحانیون دین با مالکشی و تفسیرهای وحشتناک بر مشکلات قرآن سرپوش می گذارند. دکتر عبدالکریم سروش در تلاشی برای حل کردن مشکلات قرآن یک فرضیه دینی رو که به گفته او میتونه برخی از مشکلات لاینحل قرآن رو حل کنه ارائه داده. مشکلات قرآن رو که از سوی دکتر سروش مطرح شده میتونید در پیج بی بی سی فارسی ببینید. زهی کرشمه خوابی که بهز بیداری است. او مشکلات رو اینگونه نام میبره که یک، خدا نمیتونه حرف بزنه، زبان که نداره. دو، تأثیر فرهنگ عربی و قبیلهی 14 قرن پیش در متن قرآن دیده میشه. مثلا در توصیف نعمتهای بهشت اونجور که عربا دوست داشتند در قرآن توصیف شده، حوریان نشسته در خیمه و این حرفا. سه، آیات قرآن آشکارا با نظریات علمی در تعارض هست، مثل 7 آسمان و 7 زمین، خروج نطفه از پشت مرد و نقش شهاب‌های آسمانی. 4، احکام قرآنی که شکنجه‌های فوق طاقت بشری هستند و با عدالت و کرامت انسانی منافات دارند. 5، بالا و پایینی در گویش قرآن، یه جا سعی کرده که با بلاغت صحبت کنه و در جای دیگه هیچی، و همین تفاوت بیان باعث شده که برخی متکلمان قرآن رو غیر قابل تقلید ندونند. یعنی میشه متنی بهتر از آیات قرآن هم نوشت. 6، در قرآن توصیف خداوند همچون یک انسان نشسته در آسمان هست که از نظر فلسفی با وجود خدا و صفات خدا جور نیست. 7، برخی آیات قرآن در واقع دعا هستند و نمیتونن کلام خدا باشند، مثل سوره حمد. 8، جسمانی بودن قیامت که در قرآن اومده از معضلات فلسفه اسلامی است. از نظر فلسفه اسلامی قیامت به صورت جسمانی و مادی اونطور که قرآن گفته ممکن نیست. 9، بی نظمی پریشان قرآن که حتی دیده میشه که یک آیه در یک موضوع منسجم نیست، یعنی در یک آیه چندین موضوع بی ربط به هم وجود داره. خلاصه چاره‌ای که دکتر سروش برای حل این مشکلات قرآنی پیشنهاد داده اینه که کلن قرآن رو و دین رو رؤیای رسولانه بنامد، به این معنا که آقا جون رک بگم نه وحی بوده نه فرشته‌ای بوده، جبرئیل وجود داره که قرآن رو بیاره، این جبرئیل عقل پیامبر است. نه وحی بوده نه فرشته‌ای بوده نه جنی بوده نه شیطانی بوده نه معجزه‌ای بوده نه بهشت و جهنمی بوده، هیچ، بلکه منشأ همه دین اسلام یک انسان به نام محمد بوده و هرچه در قرآن اومده رؤیایی بوده که محمد در ناهوشیاری دیده و خودش با کلام خودش گفته بدون دخالت خدا، و سخن محمد در خور علم محمد است و نه در خور علم خدا. برای همین قرآن ناقص و محدود است و به هیچ روی و از هیچ نظر نمیتواند کامل باشد. تمام تمام. اما آنچه که انسان در خواب نیمه شب میبینه خب خواب هست، طبیعیه، و آنچه که انسان در طول روز در ناهوشیاری میبینه یعنی چیزی رو که دیگران نمیبینند و او میبینه، این دقیقا تعریف توهم هست، تعارف که نداریم. به عبارت دیگه امروزه بیش از 1 میلیارد نفر علاف توهم یک آدم معمولی در 14 قرن پیش هستند. همینه دیگه. حالا دکتر سروش سعی میکنه قدری رنگ الهی بهش بده. توهم رو میگه رویا، میگه رویای صادقه، اما واضح حرفش رو زد. در واقع حرف من اینه، خداوند یه شخصیتی آفریده، همینو بس، بقیهش به او واگذار شده. خدا یک شخصیتی رو درست کرده که همون محمد بوده و دیگه هیچ کاری نکرده و هرچه هست هنر خلاقانه محمد بوده، اصلا در شأن خدا نیست که دخالتی کنه.
طبق نظر دکتر سروش این طور نبوده که جبرائیل بیاد در گوش پیامبر بگه از شمس کمرت و بعد پیامبر هم تکرار کنه که از شمس کمرت. خیره، پیامبر در توهمش یک خورشید در هم پیچیده رو دیده و بعد خودش گفته از شمس کمرت. نکته ای که دکتر سروش بارها به اون اشاره کرده تشبیه پیامبر و مولانا به هم دیگه است. او میگه مولانا هم مدعی اینه که بهش وحی میشه. وقتی به زنبور وحی میشه، خب مولانا که از زنبور بالاتره دیگه. و مولانا هم رؤیا میدیده و حالاتی داشته که اونها رو بیان میکرده. دکتر سروش میگه تجربه پیامبر همین گونه بوده. اتفاقا مولانا هم خودش چیزی نمی نوشته، یعنی دیگرانی بودند که حرفای او رو می نوشتند. دکتر عبدالکریم سروش اخیراً گفته بود که مثنوی قرآن به زبان فارسی است، تفسیر قرآن نیست بلکه قرآن به زبان فارسی است. اگه بخوایم پیامبر و مولانا رو از روی کتابهاشون بشناسیم، به نظر من مولانا بسیار برتر از پیامبر هست، به همون اندازه که کتاب مثنوی منظم تر از قرآنه، به همون اندازه که حکایتهاش کامل تر هست. مثنوی گویاست، مرتبه. وقتی خدایی دخالت نداشته، وقتی همش هنر انسانه، خب مولانا که بسیار هنرمندتر از محمد بوده. دکتر عبدالکریم سروش با این فرضیه دینی خواستی که قرآن را زیر فشار زیاد منکران خارج کنه. با این فرضیه دیگه مهم نیست اگر چندین نکته اشتباه علمی در قرآن پیدا بشه، مهم نیست اگه قرآن توصیفات نامعقول داره، مهم نیست اگه قصه های غیر ممکن داره. خب خواب دیگه رویاست، در رویا هر چیزی ممکنه به توهم انسان بیاد، هیچ قاعده و محدودیتی نداره، هیچ آداب و ترتیبی نداره، راحت قرآن از زیر فشار مخالفان خلاص میشه. خب این برای دینداران عالیه دیگه. اما بعد حالا مسلمان ها با این فرضیه باید چیکار کنند؟ خب میدونیم که هر تأویل و تفسیری بر اساس یک سری تئوری ها و فرضیه ها بیان میشه. اگه فرضیه اساسی قرآن عوض بشه، یعنی کلن همه ی تفسیرهای قرآن باید بازنویسی بشه، اون هم بر اساس فرضیه جدید. اما تفسیر جدید دیگه تعبیر خواهد بود، خوابگزاری خواهد بود، اون هم نه بر اساس تعبیر خواب امروزیان خیر، بلکه باید بیکار و علاف باشیم و بریم تحقیق کنیم که 14 قرن پیش در فرهنگ عرب بیابان نشین اون موقع مثلا خورشید رو اگه در خواب می دیدند چه معنایی داشته و بر اساس اون قرآن رو خواب گذاری کنیم. تا اون میشه سرمشق زندگی ما در قرن 21. ای جونم، ما حالا باید بریم ببینیم اگر یک کسی 14 قرن پیش در خواب ببیند که تیر به سوی شیاطین افکنده می شود، این معناش در بیداری چیست؟ یعنی ایستاده اگه سر بکوبیم به زمین عاقل تر به نظر می آیم. حالا از این قرآنی که به گفته خود دکتر سروش بزرگوار هم آشکارا مطالب برخلاف علم داره و هم احکام خشن غیر انسانی داره، حالا با خوابگذاری این کتاب به چی میخواییم برسیم؟ به عدالت و اخلاق؟ به علم و آگاهی؟ واقعا چه نیازی به این کتاب قرآن هست؟ اما نکته آخر، دکتر سروش میگه این فرضیه ها که علمی نیستن که قابل تجربه باشن، که هر کدام که بهتر میتونه مشکلات قرآن رو توجیه کنه پذیرفته تر خواهد بود. بسیار خوب، فرضیه دکتر سروش عملا با حذف دخالت ماورا و معجزه و این حرفا به واقعیت نزدیک تر شده. اما من هم فرضیه ای دارم، یک فرضیه دینی که بهتر از فرضیه دکتر سروش میتونه مسائل قرآن و اسلام رو توجیه کنه. جدی میگم، راستش به نظر من تجربه پیامبر رؤیا و خواب نبوده. در کلیپ 46 با نام معجزه‌ای که ثبت شد به زندگی ژان دارک پرداختم.
دخترک نوجوانی از فرانسه که ادعای پیامبری کرد و تاریخ اروپا رو تغییر داد. به نظر من او رسالت اون میتونه از رؤیا و توهم باشه، اما رسالت پیامبر اسلام خیره. به نظر نمیاد که هر موقع که پیامبر با زنانش مشکل داشته او به عالم ناهوشیاری رفته و یه چیزایی در رؤیا دیده که مشکلاتش رو حل میکنه و بعد برگشته. به نظر نمیاد که پیامبر وقتی ازش سوال میشه به عالم رؤیا بره و یه جوابی براش ببینه و بعد برگرده. من اینطور فکر نمی کنم. در کلیپ 18 با نام خدا بهتر می داند یا انسان، به زندگی راسپوتین پرداختم، کشیش دورگردی که به دربار تزار روس راه یافت و هرچرا که می خواست انجام بشه او یه ادایی از خودش در می آورد و می گفت که در عالم رؤیا فلان چیز رو دیدم و تعبیر اون رو هم برای تزار می گفت و تزار زود باور هم همون کاری رو می کرد که راسپوتین خواسته بود به همین راحتی. به نظر من وحی پیامبر اسلام از این دست وحی است. پیامبر آنچه رو که میخواسته مدعی میشد که جبرائیل براش گفته و سخن خداست و همه هم باور میکردند. او میدونسته که ادیان اوصاف قیامت رو شرح میدن و میدونسته که هرچه غیر واقعی تر باشه برای مردم جذاب تره. برای همین از خورشید در هم پیچیده رو و حرکت کردن کوها و آتش گرفتن دریاها سخن گفته. او هیچ توهمی ندیده، بلکه در ذهن خلاق خودش این چیزها رو تصور کرده و البته ادعا کرده که اینها وحی است. با این فرضیه هیچ نکته لاینحلی برای قرآن و اسلام باقی نمیمونه. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.